به من و تو یاد بده. هر جا در زندگی به مشکلی برخوردی، جانمازت رو پهن بکن و سر به سجده بگذار و پیشانی به خاک بمال و در نجوای خودت و الله متعال، الله متعال رو یاد کن، درد دل کن با الله خودت، با خالق خودت، با رازق خودت، با کسی که تو رو خلق کرده، پیش او شکایت کن. چرا شکایت رو پیش بندگان دیگر میبری؟ قبل از اینکه پیش کس دیگری شکایت بکنی، پیش رب الناس، ملک الناس، اله الناس و گله بکن و شکایت بکن. رابطه خودت رو با الله متعال محکم بکن. این درسیست برای من و شما تا یاد بگیریم در مشکلات، در سختی ها، در غم ها، در غصه ها، در دوری ها، در تهدید ها، در هر آن چیزی که قلب من و تو رو به درد میاره، در هر آن چیزی که نگرانش هستی، پیش الله متعال برو و سر به سجده بگذار و شکایت کن و شکوه بکن. الله متعال شکایت تو رو، الله متعال گلایه تو رو، الله متعال درد دل تو رو میشنمه. همون کسی که سخن این زن رو شنید و به رسولش آیات وحی فرستاد و در قرآن کریم تا قیام قیامت این حکایت رو برای من تو ذکر کرده، صدای تو رو هم خواهد شنید، صدای من رو هم خواهد شنید، صدای ما رو میشنوه وقتی مخلصانه به پیش الله متعال سر به سجده میگذاریم و اظهار عجز میکنیم و شکستگی و اعتراف به ربوبیت او و از او میخواهیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. الله متعال میشنود اگر از همسرت گله داری، اگر از فرزندانت گله مندی، اگر از دوستان و آشنایان دلخوری که روح تو رو خراش دادند، که تو رو ناراحت کردند، که عشق از چشمان تو جاری کردند، به پیش الله متعال عشق بریز و با او درد دل کن. بیاد آور یعقوب علیه السلام رو وقتی که در گلایه از فرزندانش فرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من شکایت و گله غم و اندوه و غصه خودم رو به پیش الله متعال مطرح میکنم. یاد بگیریم تا به پیش الله متعال زاری بکنیم و گله بکنیم. والله یسمع تحاورکما، و الله متعال ای پیامبر من، ای محمد نازنین من، الله متعال گفتگوی تو و خوله رو، شما دو نفر رو میشنید، هر صحبتی که میکنی این رو باید در زندگی مد نظر داشته باشی. با هر شخصی در دنیا وقتی صحبت میکنی، والله یسمع تحاورکما، الله متعال صدای تو و اون شخصی که با او صحبت میکنی، گفتگوی شما دو نفر رو میشنوه. در هر گفتگوی در زندگی خودت این رو باید حواست باشه که الله شنوای اون گفتگوی توست. مواظب باش که چی میگی، مواظب باش که سخنی به زبان میاری، مواظب باش که چی می نویسی با دست خودت. حواست باشه که آنچه که تو به زبان میاری و آنچه که می نویسی همه اینها ثبت خواهد شد. ان الله سمیع بصیر، الله متعال شنوای مطلق است، بینای مطلق است. الله متعال همه چیز رو می شنوه، همه جا و از همه کس، هر کسی با زبان خودش، هر کسی با لهجه خودش، هر کسی با ادبیات خودش، هر کسی به اندازه فهم خودش و شناخت خودش به الله متعال و الله متعال نجوا میکنه و الله متعال اینها رو میشنوه و الله متعال حال تو رو میبینه. الله تعالی نجوای تو رو میشنوه و الله تعالی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، وقتی که به نماز میایستی تو رو میبینه و وقتی که در سجده سر به خاک میگذاری الله متعال تو رو میبینه. اشکهایی رو که در خلوت بر گونه های تجاری است الله متعال خواهد دید و الله متعال شاهد این ماجراست. گمان نکن که تنهایی، فکر نکن که کسی بیاد تو نیست، اللهی داری که سمیع است، اللهی داری که بصیر است. چه غم دارد آن کسی که خدایی داره که سمیع است و بصیر، میشنوه و میبینه هر آنچه که تو بگی میشنوه، بلکه آنچه که با قلب خودت خلوت کردی از نجوای خودت با قلب خودت هم با خبر علیم بذات صدور و میبینه هر آنچه رو که تو انجام میدی. الله متعال با بیان این آیه به من و شما درس های فراوانی داد.